به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. خب در صورت میدونین که فعلا صدای منو در فضای یوتیوب خفه کردن. افرادی هستن که اومدن برای من کانال زدن، هواداران، خب دستشون درد نکنه. در صورت شما میتونین اونا رو هم حمایت بکنین. من خودم نیستم ولی که بینندگان من هستم تا ببینم که چه کار میکنم، ولی من رو در کانال آپارات، این تلگرام و اینستاگرام دنبال کنین. خب سوژه‌ای رو که میخواستم باهاتون در میون بگذارم الان اینه که چرا آمریکا هنوز امید بسته به فروپاشی ایران و چرا اینها در واقع فکر میکنن که ایران به زودی فروپاشی میکنه. خب دلایل خودشون رو دارن. من به یه مقاله‌ای برخوردم از صدای آمریکا و این مقاله رو براتون میخونم. خب دو تن از همین براندازان و خائنین ایرانی که در نشریه نشنال اینترست یا در این اتاق فکر نشنال اینترست کار میکنن، اینجا در هر صورت دارن صحبت میکنن. بذارین برم و این مقاله رو با شما در میون بگذارم و براتون میخونم که چرا اینها یه چنین تفکری دارن. خب میبینین که سرتیترش از دیدگاه چرا آمریکا، بالاش هم نوشته وایس آف امریکا، چرا آمریکا باید امید به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. خب در صورت اینا هنوز امید دارن برای اینکه رفتار برخی از ایرانیان وطن ستیز رو میبینن، چه در داخل و چه در خارج. اینایی که در خارج هستن که وضعشون بسیار خرابه متاسفانه. حالا برخی از این داخلی های غرب‌گدا و بدبخت بیچاره آمریکا پرست که با یک ارزش های بی ارزش و سبک زندگی غربی و آمریکایی خام شدن و فکر میکنن زندگی و عزت و حرمت و شرافت انسانی و بشر در لنگ و پاچه نشون دادن و رفتن به بار و دیسکوتک و نمیدونم مشروب خوردن و روابط نامشروع داشتن و نمیدونم تایید کردن و تصویب کردن روابط حالا همجنسگرایی هستش، یعنی این رو آزادی اسمشو گذاشتن و زندگی های لوکس و زندگی های ماده گرایی و ماده پرستارانه غربی که تو مخ و مغز تمام ملت ها کوبیدن از طریق هالیوود، فکر میکنن ارزش های زندگی همین هاست و متاسفانه خام شدن. خب و اینها هستند که میان و یک امید واهی به آمریکایی‌ها میدن که نظام از درون فروپاشی میکنه و اینها احتیاج نیست که یه دلار هم خرج کنن. بذارید من این مقاله رو بخونم و دربارهش صحبت میکنم با شما. خب در صورت داره میگه که این سرتیترشه و عکس رهبر عزیزمون. خب رهبر جمهوری اسلامی ایران، اینم از آرشیف برداشتن، کامران خانسارینیا و سعید قاسمی نژاد، همین دوتا افراد برانداز هستند، در مطلبی در نشنال اینترست میگویند ادامه تلاش ها برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه ایالات متحده را درگیر جنگ دیگری در خاورمیانه نخواهد کرد و هزینه جانی و مالی هم در بر نخواهد داشت. با افزایش تحریم ها بر جمهوری اسلامی و مقامات آن و شروع سیاست حمایت حداکثری از مردم ایران این امر شدنی است. یعنی اینکه مردم ایران رو شستشوی مغزی دادن در درازای تمام این سالها و الان هم ابزار جنگ نرم که از نمیدونم 100 تا جهت دارن بمباران میکنن ملت ایران رو. با میدونین 800 تا رسانه اینها برای فقط به زبان فارسی فقط برای ایرانیا درست کردن. هیچ کشوری در دنیا نیستش که این بیشرف ها 800 تا رسانه براشون درست کرده باشن و به زبان فارسی براشون برنامه تهیه و تولید میکنن. خب تا آخرش خودتون بخونین برید. ببینین این داره میگه که هیچ هزینه‌ای برای دولت آمریکا نخواهد داشت. خب
به قول دکتر حسن عباسی که میگه اگر آمریکا بخواد وارد جنگ نظامی با ایران بشه باید 50 تریلیون دلار هزینه بکنه و با توجه به اینکه الان 26 تریلیون دلار بدهکاری دارن و خب در جنگ هایی که در منطقه ما در غرب آسیا راه اندازی کردن و کشتن و غارت کردن 7 تریلیون 8 تریلیون دلار هزینه کردن و هیچی هم دستشون رو نگرفت، باید دومشون رو بذارن رو کولشون برن خیت و پیت. حالا 50 تریلیون دلار از کجا بیارن؟ اونو که ندارن. حالا چیکار میکنن؟ میان از طریق جنگ نرم اقدام میکنن. خب جنگ نرمشون چیه؟ فشار حداکثری اقتصادی، تحریم های فلج کننده به قول خودشون. اینها راههایی هست که رفتن. خب در همینجا باید بگم که اینا اهرم های فشار مختلفی دارن. یکی از اونها شخصی هستش به نام ریچارد هاوس که این یک تئوری داره برای براندازی و برای رژیم چنج در کشورها. میاد از طریق اقتصادی ابزار اقتصادی رو به کار میبره. مثلا یه کمپانیایی که در دولتی هستن و دارن کار خودشون رو به خوبی انجام میدن و موفق هستن و تولیدات دارن و تعداد زیادی از شهروندان در اون تولیدی دارن کار میکنن، بیان اینو بفروشن به بخش خصوصی برای خروسقندی. کاری که در ایران انجام شد، خیانتی که در ایران انجام دادن برای این همه، برای هپکو، برای نمیدونم تراکتور سازی، برای هفت‌تپه، برای اصلا اینقدر زیادن که خدا میدونه، اینا رو اومدن برای خروسقندی فروختن به یه مشتی خائن بی‌شرف. این همون ابزار در واقع براندازی و فروپاشی است که افراد فاسدی مثل ریچارد هاوس میان میشینن و یه چنین طرحهایی رو ترسیم میکنن برای براندازی کشورها. خب حالا بریم بقیه مطلب بخونیم. در این مطلب آمده است جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 یکی پس از دیگری از واشنگتن امتیاز درخواست میکند. به نظر میرسد دولت بایدن که تعهد داد حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی خود قرار دهد، به طور بالقوه دارد یکی از سرکوبترین دیکتاتوری های جهان را از فروپاشی نجات میدهد. ببینین بیشرف ها چی نوشتن. این دو تا بیشرف. آمریکا خودش دیکتاتورترین کشور دنیاست و از عربستان سعودی که اینا رنگ و روی انتخابات رو ندیدن، از یک نظام فاسد دزد مثل عربستان سعودی و این کشورهای حوزه خلیج فارس، اینا یاروغار هستن با اینها، یا اینکه یاروغار رژیم صهیونیستی هستن، صهیونیستی کودک کش، بعد اینا میخوان برای ما حقوق بشر اجرا کنن. من میگم که خاک الان بر سر یک چنین افرادی که اینقدر ضد وطن هستن. خب اینا فقط فارسی صحبت میکنن و فارسی مینویسن، اینا اصلا ایرانی نیستن. خب نویسندگان مطلب در ادامه میگویند در هر چند روابط عمومی حکومت ایران به گمراه کردن بسیاری از رسانه‌های غربی در صحنه جهانی ادامه میدهد، منظورش اینه که در واقع رسانه‌های صهیونیستی به گمراه کردن تمام ملت‌های جهان ادامه میدهند، اینو برعکس کرده، 180 درجه از عمرش کرده. ولی این به طور کل متفاوت از صدای مردم ایران است. آره من انکار نمی کنم که یه بخشی از مردم ایران گول خورده شماها پس فطرت ها هستن که با دروغ و فریب و حق بازی میان و مردم جهان رو شستشوی مغزی میدین. مردم ایران هم آدم های خوشبین و خوشباور هستن. خب باور میکنن، هر کسی باشه باور میکنه. شما همونایی هستین که اومدین کلیمی ها رو اومدین شستشوی مغزی دادین که اینها تشنه شدن به خون فلسطینی ها، یعنی انسان ها رو میندازین به جون هم. خب خجالت بکشین. من اینو با چشم خودم دیدم که چه چیزایی میگن. یعنی خب البته یهودی های معمولی، یعنی اینا رو از بچگی از کودکی شستشوی مغزی دادن. واقعا آدم تأسف میخوره، اینا گناهی ندارن. شستشوی مغزی میدیاست. خب
میگه که به طور کل متفاوت از صدای مردم ایران است، مردمی که بیشتر آنها جمهوری اسلامی را نامشروع و ناکارآمد میدانند. شما غلط کردین که شکر زیادی میخورین. خب خانسارینیا و قاسمی نژاد هم این دوتا برانداز خائن می نویسند. در یک نظرسنجی که خود شبکه پروپاگاندای حکومتی جمهوری اسلامی انجام داده است، 51% از پاسخ دهندگان گفتن که در انتخابات پیش رو شرکت نمی کنن. بعد وقتا اون 51% شما رو گشتن سر کار رو حساب کنیم ببینید چجوری خیت میشه. این نوشته میگوید هرچند صرف بیان عبارت تغییر رژیم برخی را در ایالات متحده نگران می کند، ولی همان گونه که بسیاری از ایرانی ها متصور هستند، فروپاشی نظام نه نیازمند رهبری واشنگتن است و نه به دخالت نظامی آمریکا احتیاج دارد، سقوط جمهوری اسلامی از سوی مردم ایران رهبری خواهد شد. یک قرون بدین آش به همین خیال باشه. میگن شطور در خواب بیند پنبه دانه. هرچند انتظار آنها از ایالات متحده این است که این دیکتاتوری را از فروپاشی نجات ندهد، با این حال بقیده بسیاری از ایرانی ها این دقیقا همون کاری است که جو بایدن دارد میکند. جو بایدن بدبخت و جو بایدن توی مشکلات خودش غرق شده. ابلهان، احمقا، اون چاره ای نداره، اون باید جمع کنه بره از خاورمیانه. چین داره میشه ابرقدرت دنیا، حالا باید برن اینا ببینن چه خاکی تو سرشون بریزن در مقابل چین بیستن. نویسندگان این مطلب می نویسن پایان رژیم اسلامگرا در ایران موجب تضعیف اسلامگرایان افراطی به ویژه شبه نظامیان شیعه در سر تا سر جهان می شود. غلط زیادی کردین، شکر زیادی هم خوردین و آنها را از اصلی ترین منبع و انگیزه محروم می کند. به تعلق تسریع این امر هم حمایت از مردم ایران است که اعتراض های آنها نشان می دهد که افراطیگری دینی را رد می کنند و خواستار ایجاد دولتی سکولار و دموکراتیک هستند. کور خوندین. اتفاقا حکومت های کشورهای دنیا دارن میرن به سمت و سوی حکومت های دینی، برای اینکه شما گند زدین با این حکومت های سکولار فاسد که تمام دنیا رو پر از فساد جنسی و انحطاط جنسی کردین. این از این. از طرف دیگه کشورها رو با همین چیزا مشغول کردین، غارت کردین، دزدیدین و بدبخت و بیچاره کردین با حکومت های سکولار. اومدین با حکومت سکولار که دین نقشی در حکومت و دولت و قوانین نداره، اومدین weapon of mass destruction یعنی سلاح‌های کشتار دست جمعی رو شما درست می‌کنین، تهیه و تولید می‌کنین برای اینکه هیچ شرافت انسانی در وجودتون نیست. اولا اگر که آدم به یه دینی معتقد باشه و آدم متدینی باشه دنبال این چیزا نمیره. شما از این دست هستین و من خجالت میکشم که یه افرادی از نوع شما، از جنس شما ها، اسم واموندهشون چی بود؟ کامران خانسارینیا و سعید قاسمی نژاد. واقعا شما ننگ هستین، ننگ بر شما ها که میایین برای آب میریزین با آسیاب دشمن و اینطوری بر علیه هویت خودتون میزنین. خجالت داره، واقعا ننگ داره و خجالت داره. شما شرافت و معرفت و کرامت انسانی رو گذاشتین زیر پا. بسیار بدبختین. همینجا باید بمیرین و خاکتون بکنن و آرزوی دیدن ایران به دلتون میمونه. خب عزیزان من، در هر صورت من لازم دیدم که اینو بخونم. پس ما باید چیکار بکنیم برای اینکه جلوی این اهریمنان و این شیطان ها چه داخلیش و چه خارجیش بایستیم؟ این داخلی ها خطرناکترن. مادامی که این دشمنان ایرانی فارسی زبان رو داریم، احتیاج مثلا به دشمنی مانند آمریکا یا صهیونیست‌ها نداریم. اینها اصلا چیزی نیستن در برابر این خود همینایی که به اصطلاح ایرانی هستن. خب در صورت چیکار میکنیم؟ پاسخ ما چیه؟ حضور حد اکثری در انتخابات و اینکه شما
در سرنوشت خودتون رو رقم میزنین در این انتخابات با یک انتخاب خوب. الان از این 7 تا کاندیدایی که اومدن، دوتاشون که بعدجوری خیت و پیت کردن، یکیشون آقای همتی بوده، یکیشون اون آقای مهرعلی زاده، خب اینا که خیت کردن، 5 تا کاندیدا میمونن، اونا کاندیدای مناسبی هستن. به هر کدومشون که دوست دارین به نظر من رأی بدین. من خودم به آقای رئیسی رأی میدم، با اینکه 2 نفر دیگه بودن که به نظر من کاندیداهای مناسبی هستن، ولی در هر صورت آقای رئیسی بیاد رو کار، حتما دست اینا رو بند میکنه، چون اینا مهرهای بسیار مفیدی هستن برای این دولت آینده و حتما باید نقشی در دولت آینده داشته باشن. این کسانی که شما الان سخنان اولیه رو شنیدین، یعنی اون مناظره اول رو شنیدین، مناظره دوم هم فردا میاد، حتما گوش کنین و در هر صورت باید شرکت کنین. شرکت حد اکثر 1 تو 10 محکم به یه افراد فاسدی مانند این هاست. دوستتون دارم با عشق برای عاشقان ایران. خدا نگهدارتون.